سلام، چهارشنبه 18 تیر 93 جولای 2014 میلادی. در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه آقای لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه عنوان کرده که تا کنون به هیچ توافقی در وین دست نیافتیم و اگر اینطوری باشه ممکنه با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای گفته 190 هزار سو در واقع سانتریفوژهای قدیمی احتیاج هستش، اون وقت گفته که هیچ توافقی به حاصل نخواهد شد. ضمناً ایشون گفته که روسیه مواضع متفاوتی گرفته که قابل فهم نیست چه کار میکنه. البته سعی کردن یک مقداری حرفای آقای خامنه ای رو درست بکنن، گفتن که ایشون منظورش این است ما 5 ساله به این عدد میرسیم. مطبوعات دنیا هم خیلی هاشون امروز منعکس کردن حرفای آقای خامنه ای رو، از جمله وال استریت جورنال مطرح کرده بود که با این حرفای آقای خامنه ای یک مشکل جدید بروز کرده. به هر حال آقای عراقچی در توییتر خودش نوشته که ما پشتوانمون رهبره و کوتاه هم نمیایم. شبیه حرفای آقای جلیلی رو دارن میزنن. امریکا از وزرای خارجه کشورهای 5 به اضافه یک درخواست کرده که در وین روز جمعه جمع بشن، شنبه و یک شنبه هم بمونن و در واقع مذاکرات رو کمک بکنن، بلکه بشه یک چیزی از توش بیرون بیارن. امریکا کمرز بانک آلمان رو به دلیل نقض تحریم های ایران و سودان به 500 میلیون دلار جریمه محکوم کرده که مشغول مذاکره است این بانک با قوه قضاییه امریکا و بعد از اون هم نوبت دویچه بانک قراره برسه. موضوع دوم این که معاون صنایع کوچک وزارت صنعت و معدن و تجارت مطرح کرده که از 62 هزار واحد صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی 31 هزار واحدش هنوز اصلاً به بهره برداری نرسیده و از اونهایی هم که به بهره برداری رسیدن 5400 تاش توقف کامل دارند و الباقی هم زیر ظرفیت هستند. غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران مطرح کرده که اصلا از این قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی شهرداری با سپاه خبری نداشته و همین دیروز مطلع شده. ظاهرا این قرارداد 2 خرداد امضا شده بوده و جالبه که عضو دیگه شورا آقای دنیا مالی که طرف شهردار هست گفته نه، این تفاهم نامه است و کار خلاف قانونی هم شهردار نکرده که شورای شهر رو در جریان نگذاشته. سردار رویانیان که از ستاد سوخت میلیاردها تومان سوء استفاده شخصی کرده، پولشویی و حیف و میل و دزدی اتهامات اوست، گفته میشه که در اعترافاتش گفته این رو با دستور مقامات دولت احمدی نژاد انجام میداده و پول رو هم به اونها داده. 100 کارگر فولاد زاگروس هم از مجموع 270 کارگر این کارخونه دیروز جلوی اداره کار سنندج تجمع داشتند. کارخونه از اول نوروز 93 تعطیل شده و کارگرها بدون مزد و بلا تکلیف هستند. موضوع سوم این که آقای بهزاد نبوی که 5 سال حبس رو تحمل کرد و همین اخیراً آزاد شد، دوباره محکوم به 1 سال زندان شده، اون هم به دلیل شکایتی که همراه 6 نفر دیگه از سردار مشفق کرده بودن و جالبه اون شکایت بعد از 4 سال هیچ رسیدگی نشده ولی آقای نبوی رو به 1 سال زندان محکوم کردن که البته گفتن به دلیل کهولت سن ایشون بدلش 10 میلیون تومان جریمه نقدی باید بپردازه.
لطیف حسنی مبارز آذربایجانی هم بالاخره بعد از 52 روز اعتصاب قضا دیروز از هوش رفت، او رو به بهداری زندان رجای شهر بردن، ولی با توجه به اینکه به او قول دادن که او رو به بند سیاسی منتقل بکنن، بنابراین یکی از مهمترین خواسته های اعتصاب قضاش که انتقال به زندان محل سکونتش که کرج هستش و اونم بند سیاسی رسید و اعتصاب قضای خودش رو شکست. در میدان هفت تیر تهران هم جوانی از دکل مخابراتی بالا رفت در حالی که پارچه‌ای پوشیده بود که روی اون نوشته شده بود فقر، دروغ و اختناق عامل خودکشی است و تهدید کرد خودم رو میکشم. بالاخره بعد از چند ساعت جلب توجه همه مردم و ده ها فیلم و عکسی که ازش گرفته شد پایین اومد، نیروی انتظامی دستگیرش کرده و به هر حال مسئله خودکشی در ایران مسئله بزرگی است که پزشکی قانونی میگه در 9 ماهه اول سال 92 متوسط روزانه 11 نفر در ایران خودکشی کردند. موضوع چهارم این که استیضاح کنندگان آقای فرج دانا وزیر علوم بعد از جلسه ای که آقای لاریجانی هم داشت و قرار شد 1 ماه استیضاح عقب بیفته، امروز تعدادشون اعلام کردن که امضاشون رو پس نگرفتند، حاضرم نیستند عقب بندازند و باید که هیئت رئیسه اعلام وصول بکنه برابر آیین‌نامه مجلس. رجا نیوز هم بعد از حرفای رهبری که گفت دولت رو ازش پشتیبانی میکنم نگذاشت که عرق آقای خامنه ای خشک بشه، امروز دیروز حمله کرده بود به دولت، منتها این دفعه زیر لوای اینکه یک عده تندرو به اسم اعتدال کارهای ناشایست میکنن دوباره همون حملات قبلی رو به دولت تکرار کرده بود و نشون داد که کلاه آقای خامنه ای پشم نداره. آقای محتشم دبیر کل انصار حزب الله هم بعد از اینکه 17 تیر ماه موتور سوارها به اسم امر معروف و نهی از منکر دوباره به خیابان ها آمدند، موضوعی که از قبل گفته بودند واحد موتوری راه میندازند و بیان مزاحم زن و بچه مردم بشن، عنوان کرده که ما برای این تجمعمون مجوز احتیاج نداریم، ضمناً مسئولین هم در جریان هستند. موضوع پنجم این که در عراق آقای مهدی الحافظ رئیس وقت موقت پارلمان عراق عنوان کرد که به جای 5 هفته دیگه 5 روز دیگه مجلس دوباره تشکیل بشه و به این وضع بحرانی رسیدگی بکنه. گفته میشه که احتمالاً آقای صالح برهم به جای جلال طالبانی رئیس جمهور انتخاب خواهد شد، اما سرنوشت نخست وزیر هنوز روشن نیست. اما نکته آخر این که بسیج پژوهشی رو انجام داده راجع به حجاب و در اون گفته که 30% جامعه فقط بد حجابی دارن و جالبه در عوامل این بد حجابی بسیج عنوان کرده 15-16 مورد رو آورده از جمله فیسبوک، ماهواره و تحصیل کردن مادرها رو جزو عواملی که بی‌اعتنایی به حجاب میاره ذکر کرده. آقای بادامچیان هم عنوان فرمودند که موسوی و کروبی در حصر نیستند، تحت مراقبت هستند، منتها مراقبتی که نمیذارن حتی خانوادهشون اونها رو ببینن. جناب کریمی قدوسی هم که قبلا MPT رو MPT نوشته بود و ظاهرا نویسنده این نامه علیه آقای خاتمی هست، دست گل دیگه ای به آب داده و او بر مواضع خود باقی است، یعنی باقی مانده رو با غین ایشون نوشته. جالبه 8 نماینده هم اون رو امضا کردند. اندکی صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایرانی.